سلام عرض میکنم، انشاءالله سلام. وقتتون بخیر باشه. خیلی از این گفتار شما سپاسگزارم. امیدوارم که نتیجه کار امروز مثبت و سازنده باشه. موضوع جامعه کوتاه مدت این نظریه تطبیقیه درباره مشکلات و مسائل توسعه سیاسی و اقتصادی بلند مدت در جامعه ایران. یه وقتی من نوشتم یه جایی که پیش از قرن بیستم مردی که از خونش بیرون می آمد اطمینان نداشت که تا عصر وزیر می شه یا چهار سقه میشه و به چهار دروازه شهر آویزون میشه. همچنین در جای دیگه نوشتم که در ایران یک کسی ممکنه امسال تاجر باشه، سال دیگه وزیر باشه، سال سوم بیفته زندان. عرض کنم اینها البته مثال های مبالغه آمیز است و صدا و تصویر از آقای دکتر. بله، صدا از تصویر نیست، ولی تصویر خود من خودم تصویر رو میبینم، ولی از اون بر تصویر نیست. ما تصویر شما رو همه میبینیم، هم صدا هم تصویر. خب پس مسئله نیست به نظر من. خیلی بله، بسیار خوب. عرض کنم به حضورتون که جامعه ایران جامعه کوتاه مدت بود، برخلاف جامعه اروپایی که جامعه بلند مدت بود. یعنی در جامعه ایران در هر کوتاه مدتی هم شاه وجود داشت، هم وزیر بود، هم تاجر بود، هم نظامی بود، هم مالک زمین ظاهرن. ولی اینها همشون در کوتاه مدت اعتبار داشتن. یعنی اینکه یه وزیری هیچ مطمئن نبود که بعد از اون پسرش نه تنها وزیر بشه، بلکه یه اهمیتی پیدا کنه در جامعه، کسی باشه. در ظرف دو سه نسل ممکن بود که اصلا از خاندان اون وزیر، اگر خودش هم کشته نمیشد طبق معمول و اموال و زندگیش غارت نمیشد، ادامه پیدا کنه و بعد از دو سه نسل هم این چیز رو داشته باشه، مگر در موارد استثنایی. و موارد استثنایی هم مواردی بود که خود شخص فرزند اون وزیر یا نوش اون استعدادهای لازم رو برای رسیدن به مقام بالا داشتن، نه به خاطر اینکه وارث اون وزیر بودن. همچنین همه دیگران، وزیر مثال زدن، مالک حق مالکیتش حق نبود، امتیاز بود. همچنین صاحب سرمایه حق نبود، به این معنی که هیچ ضمانتی وجود نداشت که این ملک او رو در زمان حیات خودش ازش نگیرن یا بعد از مردنش تصرف نکنن، یا نگیرن به کسی دیگه بدن، یا نگیرن و وارد اموال دولتی کنن. همه این اتفاقات ممکن بود بیفته، چیزی که در اروپا محال بود مثل موارد دیگه. یعنی در اروپا یک اریستوکراسی وجود داشت که من البته اصطلاح اشراف و اعیان رو معادل اون نمیدونم، چون اشراف و اعیان در کوتاه مدت بودن. اریستوکراسی یه پدیده دراز مدت بود، بلند مدت بود که نسلن بعد نسل اعضایش مالک بودن، قدرت داشتن، به مقامات مهم رسیدن و
وارد شدن بهش هم بسیار مشکل بود. یعنی کمتر آدم عادی یا غیر ارستوکراتی انتخاب میشد که دوز ارستوکراسی باشه. و در مورد شاه که اصلا ممکن نبود. شاه حتما باید پسر شاه یا یکی از نزدیکان شاه باشه. به عبارت دیگه یک سیستمی وجود داشت به اسم نخست‌زادگی در اروپا، به این معنی که شاه هر وقت فرزند اول، پسر اولش، فرزند ذکور اولش جانشین شاه حساب می شود در موقع حیات خودش. یعنی این که خود شاه هیچ گونه دخالتی نمی تونست داشته باشه در انتخاب جانشینش. و نه تنها اون، ممکن بود فرزند اولین فرزند ذکور نداشته باشه، اصلا یا نداشته باشه اگه اول نه دومی، اگه هیچ فرزند ذکوری نداشت اولین فرزند ذکور برادرش و همینطور. یعنی اینها یعنی از قبل تعیین شده بود طبق قانون. معلوم بود که چه کسی بعد از این پادشاه شاه میشه. همچنین این واقعیت در مورد جامعه مثلا طبقه فئودال هم واقعیت داشت. یعنی اینکه پسر اول یا دوم یا برادرزاده اول یا دوم یا سوم مالک فئودال، فئودال اریستوکرات جانشین او میشد. یعنی اینکه بعد از او همه املاکش به او میرسید و مقامش و عنوانش. و خودش هیچ دخالتی نمیتونست در این جریان داشته باشه. این مطابق قانون صورت میگرفت. حالا این نشون میده که جامعه بلند مدت بود و نمیشد از کسی سلب مالکیت کرد. مالکیت امتیاز بود، امتیاز نبود بلکه مطلق بود. مالکیت در ایران امتیاز بود، چنانکه گفتم میشد از مالک گرفت بدون تشریفاتی اگه زور دولت میرسید. اگه زورش نمیرسید که خب معامله دیگه است. دولت قادر متعال نبود، قادر متعال فقط خداست. اما دولت در حدود امکاناتش میتونست هر تصمیمی بگیره. یعنی یک چارچوب قانونی برای تصمیمات دولت وجود نداشت. دولت میتونست خودسرانه عمل کنه، نه فقط مال کسی رو بگیره بلکه جانش هم بگیره، یا جان کسی رو بگیره مالش رو نگیره. این اصلا مال و جان مردم، مال هر کی بودن، فرق نمی کرد که پسر شاه باشه یا وزیر باشه یا عرض کنم که نظامی باشه یا تاجر بزرگ باشه یا هرچی، یا مردم عادی، مال و جانشون در اختیار دولت بود، در تحلیل نهایی در اختیار شاه بود. و این یکی از مثلا من از اون موضوع رفتم به یه موضوع دیگه. در مورد جانشینی، مشروعیت و جانشینی، چنانکه گفتم در اروپا در طبقه فئودال و در حوزه سلطنت همه چی قبلا پیش‌بینی شده بود و تغییرش هم نمی‌شد داد. بله، یکی داره صحبت می‌کنه. هم دست شما درد نکنه قربان. الو قربان. در حالی که در ایران ملاک پادشاه شدن این نبود که پادشاه پسر اولش باشه یا دوم یا هر کی، و شاه هم خودش میتونست جانشینش رو تعیین کنه، ولی تعیین جانشینش اعتبار زیادی نداشت. بعد از اون معمولا در ایران بعد از مردن شاه کشمکش در میگرفت، کودتاهایی میشد سر جانشینی. چرا؟ برای اینکه جانشینی در ایران از دوره باستان ملاکش فر ایزدی بود، نه نخست‌زادگی. یعنی هر کس که فر ایزدی داشت
ولو اینکه شاه نبود یا عضو خانواده شاه نبود میتونست جانشین بشه، میتونست شاه بشه. ما تو شاهنامه نمونه های زیادش میبینیم، مثلا مثل سیاوش که فرق ایزدی داشت بنابراین از آتش گذشت، یا پسر از کیخسرو که فن فرق ایزدی داشت و از جیهون سواره گذشت، و یا فریدون که از اروندرو سواره گذشت با لشکرش. اینها دارای فرق ایزدی بودن، بنابراین حق داشتن که پادشاه بشن. ولی خب در جهان خارج از افسانه و اسطوره این موضوع فرق ایزدی که قابل آزمایش نبود که نگاه کنن ببینن که یک کسی یک کار خارق العاده کرده و بگن او فرق ایزدی داره، بلکه هر کس که قدرت رو به دست میگیره میتونست مدعی باشه که فرق ایزدی داره. و فرق ایزدی هم معناش این بود که این ولیعه ایست که خداوند مستقیما به کسی که دارای اون فرق هست، یعنی در عمل پادشاه، قدرت اجرایی میده و اون شخص هم مسئول فقط در برابر خدا، در برابر خدا، به هیچ وجه در برابر کسان دیگه، حتی پسراش، وزراش و غیره و غیره مسئولیتی نداشت. نمیتونست، لازم نبود پاسخگو باشه و معمولا هم پاسخگو نبود. این نشون میداد که بنابراین به این دلیل بود که جان و مال مردم در اختیار شاه بود، به خاطر که شاه به عبارت دیگه نماینده خدا در روی زمین بود، جانشین خدا در روی زمین بود و تصمیمش معادل تصمیم خدا بود، بنابراین حقوقی برای دیگران باقی نمیموند. و این معنای دقیق استبداده، استبدادی و حکومت خودسرانه. خودکامه هم به کار میبرن ولی واژه مناسبی نیست. عرض کنم بله، در نتیجه پادشاه دولت همه حقوق در انحصارش بود و ملت هیچ حقی نداشت. دانه که گفتم امتیاز داشت، یه تاجری ممکن اون سرمایه داشته باشه تجارت کنه، یه مالکی ممکن اون زمین داشته باشه از کنه حکومت کنه، به ملتش رو تولید بکنه، به حکومت به رعیت هاش بکنه و تولید بکنه، ولی این معلوم نبود که این حق نبود که نشه ازش گرفت، بلکه میشه زمان خودش بعد از خودش غیر و غیر رو ازش سلب کرد. این حق بود که حق نبود. اون فرق ایزدی رو بعدا در جهان اسلام هم چندین بار به کار برده شده، در اوائل قرون اوائل مثلا فردوسی در مورد سلطان محمود به کار میبره، ولی بعدش بعدها این اواخر قرون اخیر بیشتر ذل الله، سایه خدا و قطب عالم امکان و از این قبیل چیزا که خب روشن همون معنی رو میرسونه. پس یک مسئله، یک تفاوت بزرگ بین جامعه کوتاه مدت و جامعه بلند مدت مسئله مشروعیت و جانشینی بود، و اینکه در واقع پادشاه در ایران مشروعیت به معنی اینکه پشتیبانی طبقات رو داشته باشه نداشت. در اروپا اینطور بود، در اروپا اریستوکراسی و در بعد از رنسانس تجار و همچنین کلیسا پشتوانه حکومت بودن، یعنی حکومت رو به این ترتیب مشروع میکردن. اما در ایران چنین چیزی وجود نداشت، چون طبقات مستقل وجود نداشتن مثل اروپا، و همه طبقات، طبقات مهم مخصوصا، وابسته به حکومت بودن. و نتیجه این وضع این بود که برادرکشی، پسرکشی، وزیرکشی، حتی شاهکشی در تاریخ ایران رایج بود. شما
کمتر وزیر محتشمی در طول هزار سال پیش پیدا میکنید که به دست پادشاه به قتل نرسیده باشه و گاهی انوارش هم قارت نشده باشه. از ابوالفتح تالاش مون یادم میاد ابوالفتح بلعمی حسنک وزیر نظام الملک پروسی ضیاءالملک غیره و غیره تا میرسید به شمس الدین جوینی حاجی رشیدالدین فضل الله غیره و غیره. مورد امیرکبیر شهرت زیادی داره ولی مورد امیرکبیر استثنایی نیست و این خیلی جالب هم هست. کسانی که به این مقامات میرسیدن ممکن بود و گاهی غالبا از طبقات بسیار پایین بودن مثل خود امیرکبیر و ولی خب این ادامه داشت. حاجی ابراهیم کلانتر اعتماد الدوله همینجور از بین رفت. امام قلی خان حاکم فارس همینجور از بین رفت. همچنین قائم مقام فرهانی مثل اینکه اسپردم. بعد از اون در قرن بیستم نمونه عبدالحسین تیمورتاش نصرت الدوله و غیره و این مسئولیت و جانشینی بود به مسئله جان و مال. میمونه مسئله توسعه. در جامعه ایران توسعه بلند مدت ممکن نبود دقیقا به خاطر این ویژگی هایی که اسم بردیم، به خاطر اینکه آینده قابل پیشبینی نبود. چنانکه اقتصادمون ها اطلاع دارن یکی از نکاتی که اقتصادیونای کلاسیک همه تأکید کردن این بود که توسعه اقتصادی نیاز به انباشت سرمایه در بلند مدت داره. حالا ما مواقعی بوده مثلا به خصوص 3-4 قرن اول بعد از اسلام که ایران و جوامع مشابه از خیلی جهات از اروپا جلو بودن، چه از نظر ثروت و درآمد و چه از نظر علم و دانش و سایر عوامل مثبت. ولی اینها سبب نشد که ایران توسعه بلند مدت پیدا کنه. چرا؟ به خاطر اینکه آینده قابل پیش بینی نبود، در حالی که در اروپا به خاطر چارچوب قانونی که وجود داشت، همونطور که گفتم مالکیت یک حق مقدس بود و نمیشد به آسونی و خودسرانه سلب کرد، چه مالک زمین و چه مالک تاجر، مالک سرمایه که اینها بودن، این سرمایه دارها بودن که بخصوص از رنسانس به این سو چیز کردن، خیلی از مقدار زیادی از درآمدشون پس انداز میکردن و دوباره سرمایه گذاری میکردن و این سبب میشد که کل سرمایه و ثروت جامعه توسعه پیدا کنه و پیشرفت کنه. و بعد اتفاقا آدم اسمیت یه حرف جالب میزنه، میگه که انباشت سرمایه میگه پسنداز مهمتر است پیشرفت فنیه برای توسعه، به خاطر اینکه پسندازه که سبب سرمایه گذاری میشه و سرمایه گذاریه که سبب میشه توسعه فنی به وجود بیاد، اول در زراعت البته در اروپا و بعد در صنعت. اما ما چنین چیزی نداشتیم، چون جامعه کوتاه مدت بود هم و مالکیت حق نبود و میشد در کوتاه مدت سلب کرد. این بود که به اصطلاح انگیزه ای وجود نداشت برای انباشت بلند مدت. اینا در اروپا
این انگیزه وجود داشت که فکر میکردن خب این ما رو شون جمع میکنن، زیاد میکنن و نسل بعد نسل همینطور پیش میره. ولی در ایران ممکن بود ما رو جمع کنن و میکردن در کوتاه مدت، ولی غارت میشه یا اینکه یا در حالت خودشون یا بعدش بعد عرض کنم که بعد از مردنش تصرف بشه توسط دولت. گاهی گفتن که این مشکلی که از مشکلات قانون ارث در اسلام گفته شده که یکی از مشکلات قانون ارث در اسلام به خاطر اینکه ارث تقسیم میشه و به یک نفر نمیرسه که این بتونه انباش کنه و پسنداز کنه و انباش کنه. این زیاد واقعیت نداره، برای اینکه اولا پیش از اسلام چنین قانونی وجود نداشت، قانون شرع، احکام شرع وجود نداشتن. ثانیا در اروپا مالک سرمایه حق داشت که اموال خودش رو هر جوری میخواد به ارث برسونه برخلاف مالک زمین، و این سرمایه دارا بودن که عامل انباش بودن نه زمین دارا. پس مسئله قانون ارث چندان اهمیتی نداره. آنچه اهمیت داشت مسئله عدم استمرار بود، مسئله عدم چشمنداز نسبت به آینده نسبتا دور بود، و این سبب میشد که انباش سرمایه نشه و انباش دراز مدت نشه، کوتاه مدت میشه و جامعه در بلند مدت توسعه پیدا نکنه. ولی این مسئله انباش فقط این در مورد اقتصادی جهت اقتصادیش گفتم، ولی این تنها منوط به جنبه اقتصادی نبود. در همه امور، در نهادها، انباشت نهادهای اجتماعی یا دولتی، انباشت علم و فرهنگ و تعلیم و تربیت، مثلا ما میبینیم که نیوتن صاحب نیوتن موجود فیزیک نو که این همه قوانین قرص محکم مکانیک روبرت و نور 250 سال پس از او فیزیک نیوتنی وجود داشت، یعنی که دیگران فیزیکدونای دیگه همه دنبال کار او رو گرفتن و توسعه دادن. این نوعی انباشت علم بود، در حالی که ما ابن سینا رو داشتیم که همون ابن سینا مون و تا همین قرن 19 هم ابن سینا بود و قانون کتاب قانون و کتاب شفا و کتاب الانتشارات و تنبیهات چیزی بهش اضافه نشده بود. یا محمد ابن زکریا که دانشمند خیلی بزرگی بود، هم در طب، هم در شیمی، هم حتی در فلسفه، ولی به هر حال بعد از محمد زکریا چیزی نموند. نصیرالدین طوسی که یکی از آخرین دانشمندان بزرگ ایران از این نوع دانشمند، همچنین از دست اثری باقی نموند، نه از خودش وارثی گذاشت که ما بشناسیم، نه کارش ادامه و دنباله پیدا کرد. همچنین مدارس، مثلا نظام‌الملک طوسی چندین مدرسه نظامیه ایجاد کرد در بغداد، در نیشابور، در اصفهان، در هرات، در چندین، و معروف‌ترینش همون نظامیه بغداد به خاطر که دانشمندان خیلی بزرگی اونجا هم تحصیل کردن و هم تدریس، مثلا امام محمد غزالی یا سعدی اونجا دانشجو بود. ولی اینا هم از بین رفتن، در حالی که این دانشگاهی که من الان دارم ازش صحبت میکنم 90 تا 80 سال ادامه داشته.
تداوم داشته. مثلا این تنها هم نیست، تو اروپا، تو خود انگلیس، اسکاتلند به خصوص دانشگاه‌هایی داریم که 4-5-6 قرن سابقه داشتن. دانشگاه امروز هم تو انگلیس هست. در فرانسه و ایتالیا نیز دانشگاهی هست که برمیگرده به چندین قرن پیش. بنابراین حتی در این مورد هم انباش وجود نداشت، تداوم استمرار وجود نداشت، به خاطر اینکه توسعه اصولا فقط اقتصادی نیست. نمیشه توسعه اقتصادی داشت توسعه چیزی دیگه نداشت، نمیشه توسعه اقتصادی داشت توسعه سیاسی نداشت، توسعه فرهنگی نداشت، توسعه علمی نداشت. توسعه اصولا به معنای واقعی کلمه یک انتقال از یک وضع اجتماعی به یک وضع اجتماعی دیگر که همه این امور و عوامل مهم رو در بر می‌گیره. و این بود که در مورد ایران با اینکه به طور بالقوه چنانکه گفتم یه وقتی امکان این رو داشت که توسعه پیدا کنه، به خاطر نهادهای اجتماعی، به خاطر شکل حکومت، به خاطر حکومت خودسرانه و نبودن قانون، به خاطر در نتیجه عدم پیشبینی آینده، پیشبینی ناپذیر بودن آینده و اندازان، این توسعه صورت نگرفت. ولی و این چنان گفتم فقط در مورد اقتصاد نبود، بلکه در همه موارد مربوطه بود. بنده دیگه عرضم اینجا تمام میکنم. خب خیلی تشکر میکنیم از فرمایش جناب استاد. دوستانی که سوالی داره، اولا اینکه تقاضا میکنم که همه بلندگوهاشون رو قطع کنن. دوستانی هم که فرمایشی دارند فقط از طریق اون سیستمی که هست که در واقع ریز هنده، از طریق ریز هند بفرمان که آقای صداقتجو دونه به دونه اجازه میدن که صحبتتون رو بفرمایید. اینی که از اون طریق سوال بفرمایید، هر کسی سوال داره اون چیز رو آیکون در واقع ریز هند رو که دست راست اجازه بدید رو آماده بکنم. پایین سمت راست صفحه اساتید اگه سوالی دارن یه آپشنی هست به اسم ریز هند، اگر که رو اون بزنن من میتونم که ببینم. بله خب، چون آقای سعیدی بفرمایید. آقای دکتر کارتوسیان خیلی ممنونم، سلام عرض کردم خدمت. سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، سلامت باشید. خیلی ممنونم که تشریف آوردید، خیلی استفاده کردیم از نظراتتون. من یه سوالی داشتم میخواستم اینجا خدمتتون بگم. این نظریه شما، ببینید اون نظریه که نظریه استبدادی ایرانی که معتقد هستید که چرخه آشوب بعد دیکتاتوری و بعد استبداد و خودکامگی در تاریخ رو نشون میدید، مثل هر نظریه دیگری در علوم اجتماعی میتونه رفلکسیو باشه، یعنی بازتابی باشه. منظورم اینه که این خود نظریه یه آگاهی رو میده، مثلا نظریه مارکس که خیلی معتقد هستن که مثلا نظریه بیشتر نظریه سرمایه‌داری ازش بیشتر استفاده کرد، چون فهمید که داره چه قوانین رو مشخص کرد و به این دلیل خب با تدابیری که سرمایه‌داری اتخاذ کرد از اون چیزی که مارکس پیش بینی می‌کرد جلوگیری کردش. منظورم این هستش که آگاهی نظریه شما داده و بعد خود این نظریه خب آگاهی رو خب به مردم هم میده، ولی به محققا هم میده، ولی از اون طرف به حاکما هم میده. یعنی منظورم این هستش که اگر شاه هم نظریه شما رو، یعنی اون موقع شما این نظریه داده بودید، ممکن بود اگر شنیده بود برای جلوگیری از مثلا یه فرض میکنیم برای دوره آشوب که اون فکر میکرد نظریه شما
به وجود میاره اون دوران استبداد و خودکامگیش رو طولانی تر میکرد. منظورم این است که این در هر دوره ممکن اتفاق بیفته، مثلا در دوره حاضر هم ممکنه کسی بگه که خب اگر این بعد از این دوره آشوب میشه خب من باید جلو آشوب بگیرم دیگه. میخوام ببینم که اگه بفرمایید چقدر با این حرف، یعنی رفلکسی بودن نظری خودتون موافق هستید و برای عبور از این چالش، چون به اصل نظر شما خیلی نظری مسلطیه تو تاریخ ایران در بین تقریبا یه اگر حالا نگیم اجماع ولی خب بیشترین اجماع روی نظری شما هستش، این رو برای عبور از این چالش باید چه کاری انجام داد؟ ببخشید خیلی ممنون هست. ببخشید من دقیقا نفهمیدم که معنای رفلکسی بودن نظریه چیه؟ منظورم این هستش که خود نظریه شما یه آگاهی میده، درست مثل نظریه مارکس، یعنی نظریات تو علوم اجتماعی یه رفلکسیویتی به وجود میاره. یعنی ما وقتی که فرض میکنیم در مورد عوامل طلاق داریم صحبت میکنیم، خب میتونیم اون عوامل رو جلوش رو بگیریم که اون اتفاق نیفته. یعنی منظور از نظریه اجتماعی همین هستش دیگه. بسیار خوب، من من موافقم به این آگاهی دادن و موافقم از اینکه چرخه استبداد و هرج و مرج لازم نیست برای اول ادامه پیدا کنه، برخلاف مارکس و هگل و امثال اونها که نظریاتی ارائه کردن که تا روز قیامت سرنوشت بشر رو درست کنم که تعیین میکرد و غلط بود، اینا پیشگویی بود، پیشبینی نبود. پیشبینی علمی هیچ وقت تا ابد نمیتونه سرنوشت اجتماع رو پیشبینی بکنه. بنابراین همونطور که عرض کردم استبداد و هرج و مرج، چرخه استبداد و هرج و مرج، اولا از روی من اینو از خودم در نیاوردم، با مطالعه دقیق تاریخ ایران متوجه شدم. یعنی این اشاره میکنه به واقعیاتی، نه اینکه نظر من باشه. و ثانیا بیش از ازش نمیشه نتیجه گرفت که این الالعبد الاباد دوام پیدا میکنه. و همونطور که شما فرمودید آگاهی میتونه بسیار مؤثر باشه در تغییر. خیلی ممنون، متشکرم. خب نفر بعدی بفرمایید. آیا دکتر کسی فکر میکنم نظری ندارن یا اینکه حالا بله آقای کاظم بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. آقای دکتر کاتوزیان خیلی ممنون از صحبت های بسیار ارزشمندی که مطرح کردید. من تقریبا تمام کارهای شما رو دنبال کردم طی دو دهه گذشته و برام خیلی قابل استفاده بوده و بدون تردید نقش شما در پیشبرد بحث فهم تاریخ ایران از منظر علوم اجتماعی جدید خیلی قابل توجه هست. حالا انتقاداتی هست به این موضوع ولی من روی دو تا محور سوال دارم از جناب عالی. اگر روی این موضوع به نظر من یک مقدار توجه بیشتری بشه شاید بشه که بالاخره یک مباحث دیگه ای رو مطرح کرد. روی دو تا موضوع به نحو مشخص سوال دارم. یکی این است که شما می‌فرمایید که هیچ تداومی در تاریخ ایران وجود نداشته و دلیل یکی از دلایل کلیدی اون فقدان اریستوکراسی در تاریخ ایران هست و این موضوع رو به عنوان یک نقطه اصلی نظریه خودتون قرار دادید و توی کتاب‌های متعدد مقالاتتون این رو مورد تاکید قرار دادید. من چون مشغول کاری هستم در این حوزه یک مقدار روی خاندان‌های محلی تو ایران کار کردم و احصای مجموعه‌ای از خاندان‌ها رو کردم توی مناطق گوناگون ایران
که عملا قدرت‌های دیوانی رو، مناسب دیوانی رو، مناسب مذهبی رو و به نفع مشخص حکومت‌های محلی رو در اختیار داشتن. یعنی من مثلا یکی از اونها نمونه‌های رو از اونها رو نام می‌برم، مثلا خاندان باوندی در مازندران که از زمان مثلا ساسانیان تا همین دوره رضا شاه از قدرتمندان محلی و حدود 700-800 سال هم حکومت رو در اون منطقه در اختیار داشتن. یا خاندان جوینی که از دوره سلجوقیان تا دوره ایلخانان قدرت‌های دیوانی بودن. یا خاندان مجلسی و خاندان خاتون آبادی توی اصفهان، خاندان طباطبایی در تبریز، خاندان‌های مستوفی که متعدد در تاریخ محلی بهشون اشاره شده، خاندان وزیری در کردستان، خاندان علم در بیرجند، یا حتی خاندان‌های صوفی مثل خاندان ابوسعید ابوالخیر که مثلا قرن نهم همچنان تداوم داشتن و ادعاهای سیاسی داشتن، یا کارهایی که مثلا کاری که ریچارد بولیت توی نیشابور انجام داده، عیان محلی توی نیشابور قرن پنجم و ششم، خاندان مرعشی که 800-900 سال در شمال، و نهایتا خاندان سادات رضوی و متعدد خاندان گله داری. من میخوام این رو از حضرت علی بپرسم که آیا اینها رو نمیشه به عنوان تداوم در نظر گرفت؟ آیا اینها رو نمیشه به عنوان یک قدرت‌های محلی در نظر گرفت که در نهایت بالاخره سستی که در همه جای جهان وجود داشته کم و بیش، ولی بالاخره اینها تداومی رو داشتن؟ مثلا خاندان خاتون آبادی از دوره صفویه تا زمان پایان قاجاریه، و حتی که همین آقای سید حسن امامی حقوقدان هم از اون خاندان هست، سمت امام جمعگی اصفهان رو در اختیار داشتن و ادعاهای سیاسی خیلی بزرگی که و حتی در تهران داشتن. یا همین خاندان خواجه نظام الملک که ابن فندق توی تاریخ بیهق خودش میگه وزیر ابن وزیر ابن وزیر. نمیخوام مثال ها رو متعدد بکنم بابت چیز، میخوام سوال بکنم که آیا از نظر شما اینها تداوم نیستن؟ خاندان های حکومتگری که مثلا در حویزه بودن و نزدیک 600-700 سال قدرت رو در اختیار داشتن، یا مثلا همین خاندان خزعل و و و غیره که دیگه تکرار نمیکنم. نکته اولم این هست، اگر بفرمایید توضیحی ممنون خواهم شد. نکته دوم، در لابلای صحبتتون به یک مسئله اشاره کردید و اون هم این بود که حکومت در ایران خودسرانه بود در حد مقدورات. مسئله آیا این خودش یه مسئله کلیدی نیست؟ من میخوام بگم که ما یک تمایزی رو باید قائل بشیم بین نظریه حکومت در ایران که قطعا فرهی ایزدی و قدرت مطلق و نمیدونم سایه ذل الله و اینها بود، ولی مسئله توانستن تحقق این خودسرانگی بود. مثال‌های متعددی در تاریخ بعد از اسلام وجود داره که در اون قدرت‌های محلی، قدرت‌های دینی، خاندان‌های دینی و به نحو مشخص قدرت‌های ایلی مجبور کردن پادشاهان رو که اراده اونها رو بپذیرن و حتی اونها رو کشتن. مثالش مثلا زمانیه که ظهیرالدین نیشابوری در سلجوقنامه خودش اشاره میکنه که نهایتاً ترکمانان سنجر رو دادن دست قزها. یا نمونه دیگر که ائتلافی از ایلات در مقابل گرجی‌ها و غیره به رهبری استاجلوها اومدن و حیدر رو کشتن و اسماعیل دوم رو جانشینش کردن. یا اونطوری که در مجمع التواریخ گلستانه اومده، سران ایلیاتی که چون خواسته هاشون رو برقرار نکرده بود، خواسته هاشون رو نادر تحقق نبخشید، کشتن نادر رو. میخوام ببینم که مسئله خواستن و توانستن دوتا چیز دیگه است. حکومت ها میخواستن خود سر باشن، ولی آیا میتوانستن یا مجبور به انواع اقسام مصالحه ها با قدرت های ایلی، خاندان های محلی و نهاد مذهب بودن؟ و به عبارت دیگه تاریخ ایران سرشار از انواع و اقسام مصالحه هاست. و نکته اینه که آیا نمیشه این رو به عنوان یک مسئله و نقدی بر اون نظریه تداوم استبداد و خودسرانگی در نظر گرفت؟ ببخشید طولانی شد، بسخواهی میکنم. خواهش میکنم. عرض کنم به حضورتون که این موضوع این که دولت ها در ایران
قدرت بی نهایت نداشتن یه موضوع بدیهیه. یعنی ناصرالدین شاه اگر اراده میکرد نمیتونست به روسیه رو بگیره، برای که در امکانش نبود. نه تنها نمیتونست بکنه، بلکه نمیتونست ایلات بره به کوه. ولی رضا شاه میتونست چون امکاناتش رو داشت و کرد این کار رو. بنابراین این که قدرت بی نهایت نبود دلیل نمیشه که خودسرانه نبود. قدرت در چارچوب آن چه ممکن بود انجام بشه خودسرانه بود. همین هم سبب می شود که گاهی مصالحه بشه یا غیر و امثال اون، به خاطر اینکه قدرت بی نهایت نبود مدعی پیدا می شود. اگر لازم دیده می شود با اون مدعی نوعی مصالحه می شود. اینا همه جزء اونا جزء قدرت خودسرانه بود. هیچ عاملی، هیچ چارچوب قانونی خارج از قدرت دولت بازدارندست نبود. این موضوع خیلی سرراسته. من فکر میکنم اگر توجه بکنید بهش خواهید دید که مسئله این که دولت قدرت خدا را نداشت یه چیز بدیهیه، ولی دلیل نمیشه قدرتش خودسرانه نبود. اما در مورد خاندان ها بله میتونید اسم ببرید که این خاندان ها جوونی رو که شما اسم بردید شما ولی نمیدونم چند نفر از زنجیره اون خاندان میشناسید. یه جوینی در زمان سلجوقی هر وقت وجود داشته که کاری بوده قرنها بعد دو تا جوینی، دو تا برادر جوینی هم کاری بودن و اینا اهل جوین بودن. یا خاندان های دیگری که نامورده که خیلی اشون من خودم نمیشناسم، ولی اینها پشتوانه حکومت و دولت نبودن. اریستوکراسی پشتوانه حکومت و دولت بود. اریستوکراسی شاه از توش در میامد. این که گفتید شاهکشی که خیلی عادی بود در ایران، معلومه حتی شاه پسر خودش رو میکش، پسرش اگه جورش میشه شاه رو میکش. شاه عباس اول کودتا کرد بر علیه پدر سلطان محمد خدابنده، یا محمد خدابنده نمیدونم سلطان بهش میگفتن یا نه، و کورش کرد و جانشین شد. من مطمئن نیستم که بعد از این مدتی کشتش یا نکش، ولی خودش یه پسرش رو کش، دو تا پسرش رو کور کرد از ترس اینکه نکنه اونا اونو بکشن و بیان سر کار. یکی از این کس پسرهایی که کور کرد خودکشی کرد. یه چنین فنومن پدیده های هرگز در اروپا شما نمیبینید، برای اینکه اون نظم و ترتیب قانونی وجود داشت و اون قابل پیش بودنه. پسر شاه اگرچه بعد از او جانشینش میشد ولی نمیتونست کودتا کنه بر ضدش بندازه، حالا تونست کورش کنه و شاهسیه، برای اینکه در اون صورت مشروعیت نمیداشت. بنابراین مسئله مشروعیت و جانشینی اصل قضیه است. این که خاندان هایی بودن که مثلا ثروتی داشتن رو کاری کردن که چون مزاهمشون داشتن خب اونم نشد. ما میگیم که این خطر همیشه وجود داشت، نمیگیم که در همه موارد اینطور بود. خب شاه مالک جان و مال مردم بود، همه مردم، از پسرش رو وزیر گرفته تا رعیت کشاورزی. اما نمیتونست که همه رو بکشه، جان همه رو بگیره. پیش از اینکه نصفش رو بگیره، یک دوامش رو بگیره، ترتیب خودشونی دادن. اینه که مسئله نیست که قادر متعال بود. قادر متعال تکرار میکنم فقط خداونده، بلکه این خودسری حکومت خودسرانه واقعیت داشت. جوش هم وقتی لازم بود مصالحه میکرد، وقتی لازم بود عقب نشینی میکرد، وقتی میتونست رفتار تهاجمی میکرد. و چنان که مثلا ایلات هم شما میتونید بگید ایلات خب نسلا بعد نسل به چیزشون حکومت میکردن، ولی اون نسلا بعد نسل به اون نبود، اونم مثل پادشاهی بود. این برزد اون بود، اون برزد اون بود، این یکی میاد در دست اون میگرد، اون یکی میاد در دست این میگرد. و خلاصه این به قول شما مطلب مفصلیه و بنده به همین قدر اکتفا میکنه.
ممنونم آقای دکتر. خب خیلی متشکر از جناب دکتر. اجازه بدید سوالم من عرض کنم. بفرمایید. آقای پروفسور، اولا سلام عرض میکنم و استفاده کردیم. من یه توضیح به اساتید بگم که این مجله دانشگاه بهشتی مرتب از استاد یه مقاله انگلیسی چاپ میکنه. اساتیدی که مرور نکردن حتما مرور کنن. من خواستم به این شکل یک تشکری از این استاد بزرگوارم بکنیم که همیشه کمک میکنن که در واقع اندیشه های توسعه واقعا به معنای واقعی توسعه پیدا کنه. آقای پروفسور، فقط ما میگیم که از نظر خود جنابالی مکانیسم و دینامیسمی که بشه با این همه تجربه و ذخیره علمی و واقعا انباشت گوناگونی که حضرت عالی دارین باید چیکار کرد؟ یعنی به هر حال این چارچوب‌هایی برای مکانیسم و دینامیسم که ما از این حلقه توسعه نیافتگی به هر حال بحث کنیم، یاد بگیریم، جامعه رو به اون سمت حرکت بدیم، یا به هر حال اون ابعادی که می‌فرمایید از نظر حکومت و اریستوکراسی و شکل‌های مختلف چارچوب خاصی رو حضرت عالی می‌فرمایید که برای به هر حال از این که ما هم از این حلقه توسعه نیافتگی آروم آروم بیرون بیاییم. صحبتتون تموم شد؟ من هم یه سوالی داشتم در همین رابطه. بله. که حضرت عالی یک مصاحبه کرده بودین با آقای ارغندپور و تبدیل به یک کتاب شد در جستجوی جامعه بلند مدت. به نظر میاد اونجا یک راهکارهایی رو برای خارج شدن از تله جامعه کوتاه مدت مد نظر بود. اگر اینها رو هم بفرمایید خیلی استفاده میکنیم. عرض کنم خودتون اصل قضیه آگاهی چنان که صحبت شد و تجربه. ببینید این موضوع دو طرف داره. همونطور که ما میگیم استبداد، همونطور هم میگیم هرج و مرج. استبداد مربوط به دولت میشه، هرج و مرج مربوط به ملت میشه. یعنی ما تا این اواخر به هر حال رسم بود که در هر بررسی تحلیل اجتماعی سیاسی دولت همیشه ظالم بود، ملت مظلوم. ملت عرض کنم که امامزاده بود، دولت هم شمر. اینطور این واقعیت نداره. حتی مثلا در مورد انقلاب مشروطه من اخیرا چیزی نوشتم، واقعیت این بود که همونطور که محمد علی شاه بد رفتاری میکرد با مشروطه خواه، همونطور مشروطه خواه با اون بد رفتاری میکردن تا کار به جای کودتا و به توپ بستن مجلس رسید. یه طرفه نبود، در حالی که اغلب وقتی صحبت مشروطه رو میکنن محمد علی شاه ظالمه، اونهای دیگه هم همه امام زادن. عرض کنم به حضورتون که تجربه بسیار مهمه. یعنی آگاهی باید تبدیل به تجربه بشه، یعنی وارد عمل بشه. و وقتی که با عمل ورود کرد رفته رفته این ویژگی ها تغییر میکنه. امیدوارم. آقای دکتر کاتوزیان، منم عرض کردم که این راهکار خارج شدن از تله جامعه کوتاه مدت به نظر خودتون چیه؟ عرض کنم من فرمول سهرامیز ندارم برای این. آنچه به نظرم رسید اینه که از این راه ها ممکنه و حتی من فکر میکنم احتمال زیادی داره که این تغییرات صورت بگیره. آگاهی و تجربه ملت و همچنین آگاهی و تجربه دولت. اگر توجه بشه این آگاهی بدید که به این حرفا توجه بشه، یعنی در عمل به این حرفا توجه بشه و جوری نباشه که یه چیزی زدم تو کتاب میخونه و بعد هم به همون روش خودش ادامه میده. اگر اینطور باشه چنین تغییرات میتونه به وجود بیاد، ولی بیشتر از این من نمیتونم به اصطلاح یک چیزی تخم مرغی از کلا هم در بیارم که تبدیل به پرستو بشه. بله. من دستم رو بلند کردم. من جلالی ناینی هستم. آقای دکتر سلام عرض کردم. سلام.
آقای دلالی احمد آقا. بله بله خوب هستین؟ الحمدلله خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم، چهرتون رو دیدم. عرض کنم که استفاده کردم از فرمایش شما. من فکر میکنم که اگر روی این موضوع که مطرح کردین تکمیل بفرمایین، یعنی تو مطالعات بعدی یا اگر هست که فرایند کسب قدرت و فرایند اضمحلال، این یه مقدار به اصطلاح به نظر من خودش یه موضوع تحقیقه که چجوری فرض بفرمایین که این کوالیشن‌های مختلف در یک زمان با هم عرشبت که جمع میشن که یه شخص یا یه مستبد یا یه گروهی قدرت رو کسب میکنن و مکانیزمای اضمحلال قدرت چیه؟ اینا من اگر نکته‌ای هست و مایل هستین بفرمایین گوش میدم و ممنون میشم. خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. خواهش میکنم. من همینطور مکانیزم کسب قدرت در ایران همیشه خودسرانه بوده، یعنی اینکه همونطور که گفته شد یک شاهی میمرد، این شاه ممکن بود وصیت کرده باشه که یکی از پسرات مثل سلطان محمود غزنوی وصیت کرد که پسر دومش محمد شاه باشه و خیلی هم اسباب چید و چیز کرد، مثلا امکانات ایجاد کرد تا وقتی زنده بود برای اینکه اون حتما جانشینش بشه. اما بعد از اینکه مرد محمد یا یکی دو ماهی شاهد شد، خب بلافاصله، ولی چون مسعود سر بزرگ اصفهان بود، اون مدعی شد و آمد و لشکر کشید و محمد رو شکست داد و کور کرد و خودش شاه شد، در حالی که وقت میتونست مدعی باشه که فراری زدی داره چون زورش رسیده، یا قطب عالم امکانه. این بود که مکانیزم کسب قدرت همیشه با زور بود، با جانشینی قانونی و مشروع نبود. گاهی وقتا البته موفق نمی شدن، شکست می خوردن. مثلا محمد میرزا نوه فتحعلی شاه، پسر عباس میرزا، فتحعلی شاه او رو ولیعهد کرده بود و بعد از مردنش دو تا عموش و دیگران، ولی بخصوص دو عموش حسین علی میرزا فرمان فرما و حسین علی میرزا شجاع سلطنه والیای فارس و اصفهان که برادر اعیانی هم بودن از پدر و مادر، اینها قیام کردن، لشکر داشتن، قیام کردن و از اون برم محمد شاه با عقاب جمعی خودش و یه مقدار افسر انگلیسی رفت به میدون و اونا رو شکست دادن و چند تاشون رو کور کردن، چند تاشون رو کشتن و از این قبیل. اما این داستان این بود که از اون پس، یعنی از همون ابتدا به خاطر قرارداد ترکمنچای، روسیه تضمین کرده بود که سلطنت در نسل عباس میرزا نسل بعد نسل ادامه پیدا کنه و این سبب شد که وقتی ناصرالدین شاه، پسر محمد شاه، ناصرالدین میرزا قرار بود شاه شد، بازم یه شلوغی شد ولی نه به حالت جنگ گذشت. زل سلطان عموش، نه اون زل سلطان پسر ناصری شد، زل سلطان معروف به علی شاه، او مدعی شد ولی خب وقتی که زور اومد زیاده عقب نشینی کرد و این دقیقا به خاطر اینکه روسا تضمین کرده بودن. اگر روسا تضمین نمی کردن سلطنت رو در نسل عباس میرزا، باز هم قیام های بزرگ می شد هر وقت که پادشاه از بین می رفت. این به هر حال چیزهایش که بنده فعلا سردرسی به نظرم می رسه در باره مطلب شما. اگه اجازه بفرمایید من سوال بکنم.
اجازه است رئیس جلسه. فرمایید. آقای دکتر پاتوزیان، خیلی متشکر از ارائه بسیار عالیتون. البته من همیشه کتابای شما رو دنبال کردم، خیلی استفاده کردم امروز هم. دو تا سوال از خدمتتون داشتم که این توی ذهن من بوده و توی کتاباتون ندیدم جوابش رو. یکی این که شما عامل مذهب رو چطور تفسیر می‌فرمایید؟ ببینید، ما اگر بخوایم کل اتفاقاتی که توی ایران افتاده رو در واقع تفسیر بکنیم صرفاً به مسئله کم آبی، از کم آبی برسیم به مسئله مالکیت، از مالکیت برسیم به مسئله استبداد، اون وقت سوالی که پیش میاد اینه که فرق ما با چین در چی بوده که خب الان وضع چین در این حدی هستش که میبینیم و وضع ما همچنان همون وضع قبلیه. آیا نباید عوامل ثانوی و ثالثی مثل مذهب یا سایر عوامل رو به این تفاسیر اضافه بکنیم؟ و بعد سوال دوم هم بحث پالیسی هست. اگر نظریه شما رو بپذیریم که یه همچین استبدادی وجود داشته و این عدم اطمینان باعث عدم انباشت سرمایه شده و توسعه نیافته شده، اگر بخوایم به یک پالیسی برسیم که چه کار بکنیم که این حلقه باطلی که چندین قرن وجود داشته از بین بره، نظرتون رو در مورد اصلاحات ارزی، سهامدار کردن زمین ها، تقویت قانون ورشکستگی به طوری که مصادره اموال سخت‌تر بشه و تقریبا به تعداد معدود برسه و گستره کمی بشه، نظرتون در مورد این مسائل پالیسی هم لطف فرمایید، من خیلی استفاده خواهم کرد. ممنونم. اگر از اصلاحات ارزی منظورتون اصلاحات ارزی شاه، باید توجه داشته باشید که این مسئله از نوع سلب مالکیت قدیمی نبود که مال مالکی رو بدن. زمان رضا شاه کردن اون کار، اون اصلاحات ارزی نبود. زمان رضا شاه مال مالک رو به زور ازش میگرفتن، میذاشتن جزء اموال شد، یا به ثمن بخش میخریدن با زور و میذاشتن جزء اموال شد. نحوی که رضا شاه در ظرف 20 سال 4-5 هزار ده بسیار آباد چیز شد، مالک شد. بنابراین ولی اصلاح ارضی سلب مالکیت به اون معنی نبود، به معنی تقسیم اراضی بین دهقانا بود، اما کار موفقی نبود به خاطر اینکه کار درست انجام نشد. خواست با مرحله دوم و چیز مرحله عرض کنم حضورتون توی بهش میگفتن شرکت های زراعی، تشکیل شرکت های زراعی بسیار کار اشتباهی بود. از اون وقت مرحله چهارم که چیز بود، قطعهای آب و خاک، یعنی چیز اگری بیزنس یا اگرو بیزنس یا اگری بیزنس که عیناً مدل کالیفرنیا رو گرفته بودن و بردن خوزستان، اینا نتایج بسیار بدی داد و به همین جهت کشاورزی بعدش بسیار بد شد و از اون طرف مردم روستایی هجوم کردن به شهرها و مسائل دیگری در شهرها ایجاد شد. این فعلا تا اونجا که من یادم میاد. سوال اول یادم رفت. مذهب انواع اقسام مذاهب در ایران بودن. در زمان پیش از اسلام چندین مذهب بود که معروف‌ترینشون زرتشتی بود که ما اقلیت بود، بودایی بود، مسیحی بود، یهودی بود، و مذاهب دیگر بودن که اونقدر شناخته امروز شناخته نمیشه. بنابراین یه مذهب وجود نداشت. بعد از اسلام هم اسلام بود مذهب، ولی انواع احسان اسماعیلی و ارز کنم شیعه دوازده امامی و اهل سنتی که چهار فرقه بودن و همچنین، و اینا برداشون از مذهب یکسان نبود و از احکامش. اما من راجع به احکام شهر صحبت کردم، نوشتم، گفتم احکام شهر چیز نبود، نافذ نبودن در وقتی که دولت صلاح نداره. یعنی اینکه دولت که میرفت ملکی کشی رو به زور میگرفت، این خلاص شهر بود.
ولی دولت میتونست این کارو بکنه. اگه یه فرد خصوصی خواست برای این کارو بکنه خلاف شهر حساب میشد و اگه زورش میرسید ممکن بود ببرنش محکمه. ولی دولت اگر جان کسی رو میخواست میگیره این کار میگرفت و این خلاف شهر بود، برای اینکه طبق آیین شرعی جانش رو نمیگرفت بلکه طبق تصمیم فردی میگرفت. و یه عبارتی که وقتی من میگم قانون وجود نداشت، منظورم نیست که احکامی مثل این وجود نداشتن، منظورم اینه که یک چارچوب قانونی که دولت بهش مشروط باشه و منوط باشه و به اصطلاح محدود باشه وجود نمیداشت. وگرنه اعتقادات مذهبی اگر شما گمان میکنید تو تأثیر داشته در این حوادث، من عقیده ندارم. اعتقادات مذهبی گفتم گوناگون بوده و بعد هم همه جای دنیا وجود داشته. در اروپا شما به آثار و افکار مثلا آنسیکلوپدیست های فرانسه در قرن 19 ولتر و دیدرو و گریم و عرض کنم حضورتون که دیگران برنارد و سنتی خواهد اینا ببینید چه چیزهایی راجع به کلیسای کاتولیک میگن و چه انتقادات عظیم میدونن و چقدر نقش کلیسای کاتولیک رو مؤثر میدونن در ارتضاء و عقب موندن جامعه. بنابراین مسئله مذهب یه مسئله ویژه ای نیست در مورد ایران که بشه یا عامل اصلی به کار در نظر گرفته. بفرمایید بعدی. آقای صداقتی بعدی رو اعلام بفرمایید. آقای دکتر قورچی مدت یه دستشون بلنده ولی کن کسی چیز دواجه. نه گفتیم دستری. بعضی از اساتید اسم ندارم پروفایلشون راستیت. من به خاطر همین نمیتونم اسمشون تشخیص بدم. نفر بعدی بفرمایید. آقای دکتر قورچی اولین نفرها بوده. آقای دکتر قورچی بفرمایید. آقای قورچی بفرمایید. مثل که ایشون نمیتونن وصل بشن، نفر بعدی رو بفرمایید. نفر بعدی لطف میکنن. بفرمایید. راضیه فکر میکنم باشن. بفرمایید. خب اگر خانم شامخ بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر و حضار گرامی. صدای من رو دارید؟ بله بنده دارم. بله بله، من از جناب دکتر کاتوزیان یه سوالی دارم در مورد بحث امتیاز و حق که فرمودید که بنای امتیاز و حق در حقیقت اصلی ترین بناییست که در ایران ما تقسیم منافع رو داریم به شکلی. من میخواستم بپرسم که با توجه به استحاله ها و تغییراتی که در این 150 ساله اخیر در مورد این شکل از بحث امتیاز حق اتفاق افتاده، یعنی جنبش های حق خواهی چه در قالب مشروطه و تشکیل دادگستری، بعد تدوین لوایحی مبتنی بر حقوق ملت، حالا این ملت رو به هر شکلی معنا بکنیم، نمیخوایم وارد بحثش بشیم، شما با توجه به این اندوخته های گرانبهایی که دارید چه پیشنهادی میکنید برای پژوهشگران که با توجه به سوال های این 150 سال اخیر که این بحث امتیاز و حق رو خیلی تغییر داده، باید چه عناصری رو مد نظر قرار بدن وقتی میخوان بپردازن به مهمترین شاکله تقسیم منافع در ایران، یعنی بحث امتیاز و حق و سهم خواهی؟ سوال من این هست از حضور شما آقای دکتر. عرض کنم به حضورتون که مسئله حق و امتیاز به طور مطلق مربوط میشه به پیش از مشروطه.
بعد از مشروطه اصلا تمام مسئله مشروطه از بین بردن استبداد بود. اصلا لغت استبداد هم از مدتی پیش با توسط کسانی مثل محکم خان و مستشار دوله و فلان اینها تو مسئله حکومت قانون مطرح کردن، این لغت استبداد اون موقع خلق شد. برای اینکه پیش از اینکه این موضوع مطرح بشه، موضوع حکومت قانون مطرح بشه توسط اون روشنفکرها، اصلا نسبت به حکومت موجود بدیلی تصور، یعنی نوع حکومت، سیستم حکومتی بدیلی تصور نمیشد که اسم داشته باشه. بنابراین نگفتن این سیستم شاه عباس سیستم استبدادی داره، استبدادی داشت ولی اصلا گفتن نداشت به خاطر اینکه همه شاه مستبد بودن. این بعد از مشروطه بود که به اصطلاح ظاهرا استبداد ملغا شد و جاش رو حکومت قانون گرفت. ولی شما اگه به تاریخ رجوع کنید میبینید که بعد از فتح تهران در سال 1989 به هر حال میلادی عرض بکنم حضورتون که ارجمند شد. ارجمند به تمام معنی کلمه همون دستگاه، همون حکومت که ایجاد شده بود. شما حتی تو مجلس هم نظم نداشتی، هر کی یه چیزی میگفت همه با هم دشمن بودن، همه با دولت دشمن بودن، هر دولتی که انتخاب میکردن نمیدونم سپهدار چیز یا سمسام سلطنه یا مصروفی یا فلان، هر کدوم پنج ماه شیش ماه مجلس حسابی خستهشون میکرد و بعد عوضشون میکرد. این تازه مال مجلس بود. توی ایلات و ایالات و مرزها و ولایات و اینا که قیام ها شد، توی شهر روزنامه‌نگارا به همدیگه فحش میدادن، به شاه و وزیر و وکیل و تاجر و پیرو فحش ناموسی میدادن. عرض کنم که این هرج و مرج اون دوره بود. هرج و مرج همیشه یک فرم نداره، ولی هر جمعه وقتی که به قول لرد اصلی بهش گفتن تعریف فیل چیه، گفتش که من تعریف برای فیل ندارم، ولی وقتی فیل از در اتاق وارد بشه تشخیص میدم که فیله. حالا هر جمعه هم اینطوری بود تا رضا شاهی پیدا شد و نسق گرفت و دیکتاتوری و بعدش استبداد ایجاد کرد و همون مالکیت چنان که گفتم مالکیت اگر شاه نمیخواست کسی صاحب ملکش باشه، صاحب ملکش نبود، میگرفتن ازش، از تجار، از ارث تجار اینها پول میگرفتن، ارتش نظامی، نظامی ها از مردم باج میگرفتن و این سیستم با یه تغییرات بعد از رضا شاه مثلا ارجمند شد. ارجمند بود دیگه، این همون فیلی که از پنجره چیز وارد میشه، در وارد میشه. شد تا کودتای 28 مرداد. در 28 مرداد به بعد یه دوره دیکتاتوری بود، نه استبداد، یعنی دوره‌ای که حکومت اقلیت وجود داشت نه حکومت فردی. از 28 مرداد تا 1340، از 1332 تا 1342 و در اون دوره مجلس 18 و 19 هم اگرچه آزادانه انتخاب نمی شدن ولی یه مقدار قدرت داشتن و می تونستن در برابر دولت که بسیار نماینده شاه بود بایستن. در مواردی روزنامه ها و مجلات و اینها آزادی هایی داشتن، سانسور به اون شدتی نبود که بعد ایجاد شد. اما بعد از 1342 که حکومت فردی و استبدادی شد دیگه عرض کنم که هر امتیازی که البته خب همینجوری حقوق کسی رو، ولی اگه شما به این جزئیات رو ببینید ببینید که چه مقدار به اسم اجحاف و ظلم حق مردم ازشون سلب میشد، چه حق حالا
مالکیت باشه، چه آزادی، چه آزادی قلم، چه آزادی بیان، چه اینا همه امتیاز بودن، حق نبودن. اینه که این داستان اشکال مختلف داره، تغییر شد، تکونی خورد جامعه بعد از مشروطه، ولی بالاخره اون سنت و اون ریشه سیستمی که وجود داشت به کلی از بین نرفت و خوشبیده نرفت. آقای دکتر شریف زادگان، من هم یه سوال کوچیک داشتم، اگه اجازه بدید بفرمایید. آقای دکتر شریف زادگان ظاهرا شما نمیبینید. آقای دکتر بذار اجازه بدید، من خیلی تشکر میکنم. من یه سوال خیلی ساده دارم، این که شما بیشتر مطالعی که فرمودید راجع به پیش از انقلاب بود، نظرتون راجع به جامعه و از انقلاب چی است؟ آیا اون همچنان جامعه کوتاه مدت میبینید یا اینکه تغییراتی در اون شاهد هستید با توجه به تحولات بعد از انقلاب؟ جامعه کوتاه مدت که هست، وضوحاً شما ملاحظه فرمایید که ما دوره آیت الله خمینی رو داشتیم، بعدش رفسنجانی، بعد خاتمی که اصلا دوره خاتمی یه چیز جدیدی، شکل جدیدی پیدا کرد، حکومت و دولت و رابطه است با ملت. ولی بعد از این مرتبه احمدی نژاد میاد که نظر کرده امام زمانه و حاله نور رو رسم میشه و میگه که اصلا امام زمان ظهور کرده، از طریق من داره حکومت میکنه. خب این تغییرات فوق‌العاده شدید و متناقض، اینا حکایت از حکومت جامعه کوتاه مدت میکنه. همچنین شما مثلا میبینید که وزرا، نخست وزیرا، رئیس جمهورا، دیگران همه یا حذف شدن یا حبس شدن یا فلان، این دوره که زمان ناصرالدین شاه که یه مرتبه یه وزیری مغضوب میشد مثل خواجه نوری چی بود؟ رئیس الوزرای بعد از امیرکبیر، امیرکبیر اصلا کشته، شباهت هایی وجود داره، یه چیزهایی وجود داره. الان شما نخست وزیر و رئیس مجلس حکومت ایران، یه وقتی نخست وزیر بوده، وقتی رئیس مجلس بوده، اینا در 11 سال در حبس به سر میبرن. اینا نشانه کوتاه مدتی جامعه است. خب نفر بعدی، آقای دکتر قورچی، تونستید که بیاید؟ آقای دکتر شریف زادگان بفرمایید. از طریق اون علامت رئیس هند بیشتر وقت لطف کنید بگیرید. آقای دکتر مهدوی هم مثلا یه مثلا صحبت کنید. بله بفرمایید. آقای دکتر مهدوی بفرمایید. بله دارم. آقای دکتر مهدوی. راستی هم برای پایان جلسه تعیین کنید، چون به هر حال پایان جلسه تعیین خیلی زیاد نیست. صدای ما ها؟ بله بفرمایید. خدمت آقای دکتر کاتریجان عزیز، عرض سلام و ادب میکنم. خیلی استفاده سلام بسن. صداتون نمیاد. نه اینکه این دست آقای دکتر شریف زادگان، یه نفر دیگه با عنوان گست مهمان دستش بالاست. ببینید کیان. خب همین حرفی ندارم. بفرمایید. آقای دکتر بورچی ان، جناب دکتر شریف زادگان، که آقای دکتر قورچی، بله من عرض کردم بهشون که بفرمان آقای دکتر قورچی.
منتها ظاهرن نیست که نمیتونم متصل بشن. آقای دکتر مهدوی میکروفونتون قطع شده، اگر صحبتی هست میکروفونتون رو باز بکنید بفرمایید. من میخوایم برای این که از زمان استفاده کنیم، من یه سوالی دارم خودم از جناب دکتر عرض کنم. همینطور که میدونید در ایران، خب ایران سرزمین گرم و خشکه و کمبود آب همواره داشته، به همین دلیل این نظام در واقع آب و آبسالاری بسیار مهم بوده و همین شیوه تولید آسیایی رو که در واقع متناظر با اون دولت ها می آمدن برای که در واقع بتوانند از منابع کمیاب آب استفاده کنن و دولت ها به یک نوعی تخصیص دهنده آب بودن و جامعه آبسالار، دولت آبسالار و مدیریت آبسالار در ایران بوده. این یه حالت تداوم بخش داشته، یعنی دولت های مختلف روی این نوع شیوه تولید آسیایی در واقع مستقر بودن. عاملی به نظر شما نیست برای تداوم در واقع هم دولت ها و هم در واقع جامعه که بر روی یک محور که اون شیوه تولید آسیایی است در واقع تاکید کردن، اون نظریه ویتفوگل در واقع اون هم در واقع این رو بیشتر تو استرداد شرقی خودش تکیه داره رو این، تو کشورهایی که مسئله کمبود آب دارن دولت های آبسالار و مدیریت آبسالار رو بوده، تو ایران مستمرن بوده این قضیه، این خودش عاملی بر تداوم جامعه نبوده و اون حالتی در واقع کوتاه مدت رو نقض نمی کرده این قضیه. عرض کنم که نظریه آبسالار به معنی ویتفوگل و حتی پیش از اون مارکس و پیش از اون خیلی و حتی مونتسکیو، این آدام سمیت، اینا فقط یه دیگه مخصوصا میگنن که استبداد شرقی فقط مثل خیلی چیزهای دیگه که فکر میکردن اکتشاف مارکس، در حالی که این چیزها سابقه تاریخی و طولانی داره. اما این نظریه، این نظریه رو من نمیپذیرم و در مورد ایران صحیح نمیدونم. من یه نوشته‌ای دارم به اسم، یه مقاله‌ای به اسم جامعه کم آب و پراکنده، نظریه توسعه سیاسی در ایران، یه همچیزی تو قسمت دومش یادم رفته. جلی کم آبی ممکنه، البته اینو فرضیه است، همه اینا فرضیه است، به خاطر اینا قابل ابطال نیستن. این منظورم نه استبداد، استبداد قابل ابطاله، برای اینکه میشه رفت تاریخ رو نگاه کرد و دید کجا استبداد وجود نداشته و گفت. اما آبسالاری مال ویتفوگل یا این که من میگم جامعه کم آب و پراکنده فرضیه است، یعنی چیز قابل ابطالی نیست، حدس. و این حدس این است که به خاطر کم آبی جامعه دولت استبدادی پدید آمده. اما به نظر من در مورد ایران نه به شکلی که ویتفوگل و پیشینیانش مطرح کردن. در ایران مثل چین و مصر و اینجاها رودخانه‌های عظیم وجود نداشت که مسئله تقسیم آبشون سبب بشه که دولت قدرت مطلق پیدا کنه برای اینکه آب بتونه تقسیم کنه، همچیزی نبوده در ایران. و من شرح دادم که در ایران چه چیزی غیر از این بوده که جامعه کم آب و پراکنده رو ممکنه سبب استبداد شده باشه. بله خیلی متشکرم. دوستان دیگه که سوال دارن بگن که ظاهرا دیگه ما کم کم به آخر جلسه رسیدیم. آقای دکتر مهدوی، آقای دکتر مهدوی میخوان صحبت کنن. آقای دکتر مهدوی بفرمایید. این بود بعد از ادب که من جامعه کوتاه مدت رو یه نظریه بیشتر در مقام تبیین میبینم و توصیف و تحلیل، ولی مقام راهکاری نداره. ولی در پاسخ به سوالات دوستان فرمودید که آگاهی و آموزش و اینا، بعد در این راستا میخوام عرض کنم که در یه جایی از جنبادی میخونیم که قانون، یعنی انقلاب مشروطه در ایران انقلاب قانون‌خواهی بوده، در حالی که در اروپا ما یه همچین وضعیتی نداشتیم. خب سوال اینه که قانون، یعنی مشروطه که برای قانون بود باز چرا موفق نشد؟ این از یک سو میگه که
بله جامعه کوتاه مدت استاد کاتوجان درسته، ولی از سوی دیگه به ما میگه که اون علت العلل مشروطه که قانون بود نتونست پایدار بشه و نتونست موفق بشه، پس درسته قانون شاید علت العلل نبوده و باید به جز نهاد قانون دنبال چیز دیگه ای هم بود. اگه بخوایم اون چیزهای دیگه قور بکنیم به چه چیزی میرسیم؟ و سوال دوم هم اینه که همیشه میفرمایید که در طول این بحث هایی که در رابطه جامعه کوتاه مدت هست که خب بحث عدم وجود قانون مطرح بوده و اینا، ولی در اروپا اینجوری نبوده، همیشه قانون داشتیم. از کی؟ من واقعا در رابطه با اروپاش این سوالو دارم. مثلا نگاه میکنیم در توسعه جوامع اروپایی، اگر مثلا به انگلیس نگاه بکنیم شرایط اینطوریه که رشد توسعه اقتصادی به یک نوعی از پایین به بالا بوده، ولی در سایر جوامع اروپایی ما می‌بینیم که حکومت‌ها خیلی نقش داشتن. در نتیجه سوالم اینه که وقتی علل اطلاق گفته میشه که بحث قانون این جامعه اروپایی، از کی بالاخره قانون مدار شده؟ اونم در یه سالهایی در بیقانونی به سر می برده مثل ایران یا نه؟ ببخشید. خواهش میکنم. اولا مسئله این که قانون از که خیلی ساده است، اونجا که ما میدونیم از دوره یونانی ها. و اگر تاریخ رو به دقت و در جزئیات مطالعه بفرمایید توجه میکنید که چرا یونانی ها قانونمند بودند در حالی که ایرانی ها نبودند، و به همین جهت هم ایرانی ها نتونستن برایشون مسلط بشن، یعنی یک امپراتوری عظیم و ثروتمند و مسلح نتونست 5-6 تا دولت شهر یونان رو شکست بده، و برعکس اونها بودند که متفقا آمدن و اون امپراتوری رو از بین بردن و 200 سال بر ایران حکومت کردن. و این قانون پس یونان، چون در یونان ما سیتیزن داشتیم، شهروند، نه در تمام طول تاریخ ایران همچین پدیده‌ای وجود نداشت، ولی رعیت بودن، همه شهروند نبودن، همه رعیت بودن، وزیرم رعیت بود. شهروند رو این لغت رو دوست فقیر من دکتر حمید عنایت ساخت در حدود سال 1640 یا زودتر 38 مقطع، وقتی که کتاب سیاست ارسطو رو ترجمه کرد، وقتی ترجمه رسید به لغت سیتیزن نمیدونست چی بذاره جاش، برای اینکه تو اون جامعه معنا نداشت. این بود که این لغت اختراع کرد، به حالا هم گرفته و میگن شهروند، ولی شهروند معنا داشت، فقط یه لفظ نبود. و این از چنانکه گفتم از اون زمان تا همیشه قانون ممکن بود بد باشه، ممکن بود ظالمانه باشه، ممکن بود عرض کنم که بی‌عدالت چیز عرض کنم غیر مساوی باشه، مساوات رو چیز نکنه، نبود، ولی در هر حال قدرت دولت به یه قانون یا سنت نوشته یا ننوشته، که مثل همون مثال های ارز کنم جانشینی و مسئولیت و فلان که اینا نوشته نشده بود، ولی وجود داشتن و نافذ بودن و حدود قدرت دولت رو معلوم میکردن، حتی در دوره سلطنت مطلقه که در تمام اروپا فقط 4 قرن توش کشید، بیشتر از اون که اصلا چنین چیزی وجود نداشت، دولت چنان قدرتی نداشت. و عرض کنم که دیگه ندونم در این باره این پس منشأ قانون. اما برگردیم به سوال اول شما که اگر اشتباه نکنم در باره عرض کرده بودم که مشروطه رو اصول به خاطر قانون میدونید، ولی خود قانون نتونست پا بگیره. این آیا مثبت این معنا نیست که بالاخره پس غیر از قانون چیزهای دیگه، نهادهای دیگه هم لازمه؟ پاسخ به اون خیلی ساده است، برای اینکه دولت، برای اینکه ملت
طول در طول تاریخ عادت داشته وقتی دولت استبدادی سقوط میکنه هر نوعت بکنه. تو دیگه اون مردم، اون کلنمدی ها، اون یا حتی کلاهی ها و امامنی ها نیومدن بگن ها اون زمان قانون نبود، بنابراین ما باید ما اون موقع یاقی بودیم در مقابل دولت، ولی حالا که قانون اومده باید قانون رو اجرا کنیم، عمل کنیم. این یه چیز اتوپی که محال بود همچی اتفاقی بیافته. البته تغییراتی شد یعنی که گفتم، ولی این که بعد از فتح تهران مثلا یا نوشتن قانون اساسی دو سه سال پیش از اون مردم همه بیاموزن و یاد بگیرن، اونم نه فقط از اون کتاب بلکه با تجربه، من گفتم تجربه مهمترین و هر جمع از نشه بعد از اون یه همچیزی اصلا انتظار نمیشد داشت و هیچ تعجبی نداره که بعد از چیز مشروطه اون وضع به وجود اومد و انواع اشکال مختلف هم تا خیلی پیش ادامه تا برای مدت درازی ادامه پیدا کرد. بسیار خوب، ولی آقای دکتر باید پس اون چیز دیگه ای تکیه بکنیم، فشار بیاریم که اگه چون اون وجود نداشت قانون نتونست کاری بکنه و مشروطه نپایید. من نمیفهمم روی چی فشار بیاریم. حکومت، من دارم واقعیت رو عرض میکنم که مشروطه چیز اصلیش، هدف اصلیش، یعنی هدف همه شرکت کنندگان در اون امهای استبداد و استقرار حکومت قانون بود. البته مشروطه هم، انقلاب مشروطه هم مثل هر انقلاب و نهضت دیگه جناح‌های مختلف داشت. دموکرات های برنامه خاص خودشون داشتن، اعتدالی ها همتون، دیگران همتون، ولی آنچه همه نسبت به اجماع داشتن و متفق بودن مسئله استقرار حکومت قانون بود و ظاهرن هم بهش رسیدن رو کاغذ، ولی مردم عادت نداشتن بود و این است که نتیجه اون شد که شد. خب خدمتون عرض کنم که دوستان دیست دارن، اگر ندارن که آقای دکتر نخیر آقای شد فعلاً کسی درخواست نداره. بله به نظرم میاد که جناب دکتر کاتوزیان خسته هم شدن. من تقاضا میکنم ازشون اگر فرمایش آخری دارن بفرمایم که بعد جلسه رو تموم کنیم. بنده عرض ندارم جز اینکه از لطف شما تشکر کنم و بگم که بنده از این صحبت هایی که شد چیز یاد گرفتم. خب من همینطور خیلی تشکر میکنم از جناب عالی، آرزوی سلامتی، طول عمر و تداوم تحقیقات و در واقع این پژوهش‌های شما رو داریم که همواره بتونیم از سفره علم و دانش شما بهره مند بشیم. از همه دوستانی که شرکت کردن در این جلسه، از کسایی که سوال کردن و فعال تردن به خصوص تشکر ویژه داریم و در واقع این جلسه ما که اصلا هدفش همین هست که ما مباحث اقتصادی رو و توسعه اقتصادی ایران رو به بحث بگذاریم و گفتگو کنیم، به نظرم میاد که در این جلسه تا حد خیلی زیادی حاصل شد، به خصوص اینکه جناب پروفسور هم زحمت کشیدن و تشریف آوردن در این تالار و این مباحث به این شکل و شمایلی که دوستان مورد توجه قرار دادن و انجام رسید. از همه تشکر میکنیم، خداحافظی میکنیم و آرزوی سلامتی برای همه مردم جهان، مردم ایران و شما و خانواده هاتون داریم. انشاءالله که اینطوری بشه. خیلی ممنون و متشکرم. خداحافظ. تشکر میکنیم. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ شما.